بعد از آن که شورا او را رد کرد، نزد داوود پیرنیا تهیه کننده برنامه گلها رفت تا در موردش تصمیم بگیرد. به هر کنار بچه ها گفت که بیان با این ساز بزنیم، گفتن نه آقا این شهرستان هم خارج میکنن سازمان خراب بشه نمی آمدن. ما هم بیچی نبودم خیلی خوب رفتیم پیش پیرنیا نشستیم اونجا و پیرنیا هم خیلی یک مرد واقعا متشخصی بود، خیلی هم چیز بود و بد اخم بود و همه ازش حساب بردن، خبردار با هم میسادیم چیز شده مخواست داشت کار میکرد واسه دو داشت کار میکرد و اینا و ما که وارد شدیم واسه موبیل سلام کرد و سلام اینا اصلا نگاه نکرد گفتم سلام علیکم فلان شروع کرد کار کردن واسه موبیل رفت اونجا واسطاد و منم مؤدب دم در واسطادم. بعد یک دو سه دقیقه‌ای که کارش تموم شد گفت چیه حسین چیکار داری اومد؟ گفت آقا یک نوار می‌خواستم شما اگه وقت دارین بشنوین. گفت که منو می‌کرد گفت خیلی خوب بذار رو دستگاه شروع کرد خوندن. یه دفعه که همینجور داشت مینوشت تا شروع شد دیدم که واسداد و داره جون گوش میکنه. خط اول که تموم شد و فلان اینا و بعد گفتش که خط دوم هم که شروع شد قلم شو گذاشت زمین، واسداد رو به دستگاه همجور واسداد نگاه کردن اینا و بعد برگشت من آقایت گفت شما خوندی؟ گفتم بله. گفت مخالفش هم خوندی؟ گفتم بله. مخالفش رو بذار بینم آقای گذاشت و گفتش که تمام شد و دیدم که پیرنیا یه دفعه از اون حالت اخم و اینا اومد بیرون، موسیقی شناس بود دیگه، شد و اینها میشه گفته شد و یه دفعه و بعد گفت آفرین اومد گفتش که نه این ساز نمیخوام، فردا بیا کار وقت داری که بیا. گفتم آره. گفت فردای آن روز شجریان با سنتور رضا ورزنده آوازی خواند که برگ سبز 216 نامیده شد و پس از 4 ماه در آذر 1345 برای اولین بار صدای او از رادیو ایران با نام سیاوش بیدگانی پخش شد. دل از دست